سلام سلام عزیزای دل، خدا کنه که جور صد سلامت باشین. ما باسر سخیزاده هستم و میفهمین امروز کجا آمدیم. امروز آمدیم به ولایت لغمان، ولسوالی قرغایی و به قریه که ما همینجا زادگاه ماست و تولد شدیم. دیگه خدا کنه که شما از دیدن اینجا لذت ببرین. امروز پلان دارم که برتان یک ویدئوی از منطقه که تولد شدیم برتان بگیرم و خدا کنه که از دیدن از این برنامه لذت ببرین و انشالله بینده برنامه باشین تا ما برتان همه تو ویدئوی اکای تایت و جالب دیدنی برتان بسازم. و حال پلان داریم که بریم به طرف زمینا که ببینیم در فصل بهار در اینجا چی کاشته میشه و چی چیزایی که حاصل داده هنوز یا نداده. پس شما بینده برنامه باشین و حتما میبینیم انشالله. اجزای این منطقه را به نام منطقه گلپشته، یعنی همین تپه که من اینجا استاد هستم تپه گلپشته میگن، دیگه مربوط ولسوالی قرغایی ولایت لغمان میشه. میبینین که بسیار یک نمای مقبول و زیبا داره و همچنان حاصلات زراعتی بسیار زیاد داره که اکثر مردم، اکثر ترکاری باب و اکثر مواد غذایی که در کابل ارسال میشه از این منطقه است که از اینجا حاصل میگیرن و روان میکنن به ولایت کابل، در بازار ولایت کابل به مصرف میرسه. ما استاد دیگه از سر تپه پایین میشم از جا دیگه بریم به طرف زمین ها که فعلا در زمین ها چی چیزا است. عزیزا نگفتن همانه که باعث و زفر و عبید هم همراه ما هستن. دیگه میریم ببینیم که به کجا میرسیم. و اینی هم محصولات گندم، هنوز فصل گرماز نرسیده و پخته نشده دیگه تا این حد است. از این زمین ها رو که میبینین حاصلات کدوچه یا کدوگک میگنش دیگه بعد زبان ما حاصل داده دیگه. میبینین در بوته ها کدوچه ها هستن. از در بغل زمین های کدوچه همینجا یک بوته دیگه ناشناس پیدا کردم دیگه. اینی رو هر کس شناخت در کومنت بر ما بگوه کمی کدام بوت است و مربوط چی میشه، کدام دوا است حتما. دیگر دوستان اینی هم که میبینیم حاصلات بادرنگ است، از همین زمین ها برداشته شده و اینجا ماندن تا به حساب نفر مخصوصش بیای و بار کنه ببره به طرف بازار به فروش. دوستان ما با امروز آمدم که منطقه چهارباغ ولسوالی قرغایی ولایت لغمان رو به شما به معرفی بگیرم. دیگه خدا کنه که از دیدن این برنامه لذت ببرین و همچنان لایک سبسکرایب فراموش نکنیم به خاطر که ما حمایت شویم و بفهمیم که از ویدیوهای ما حمایت میکنیم که با شما هم تو ویدیوهای جالب دیدنی برتان بسازیم. و از ما میفهمیم در فصل تابستان همیشه بوته های سبزیجات را دواپاشی میکنن و همین عزیز هم میبینن که بوته ها را دواپاشی میکنن تا از شر مرض
در امان باشن و بتانن حاصل خوب بگیرن. اجزای بوتا را که میبینن بوتای رومی است، رومی بانجان رومی البته. دیگه اصلات هم داده فکر کنم باشکم از کنم اگر معلوم شوه. بله ها حاصل دادن اما هنوز پخته نشده. دیگه حتما در وقت که اصلات پختن شوه باز هم میهیم، بخاطری که از این زمین هر چیز باشه بخوری یک کیف و لذت دیگه داره. خصوصا بادرنگ خواهد من میخوریم دیگه بخاطری که پخته شده. هیچی هست؟ باشه اجزای بوتای ترایی از دیگه و بین بغلکایش باز نوش پیاز هم کاشتن. پیاز دیگه پیاز هست کاشتن و این کس بوتای ترایی هست و اینی چپرها رو میبینین از دیگه بخاطر دیخانا در فصل گرما اینجا بودباش میکنن. بعد از اینکه ماندنشن بیل میزنن و کشت کارشان خلاص میشن میاین اینجا استراحت میکنن یک چند دقیقه که دمشان راست شوه. اجزای اینی هم خوشه های گندم که هنوز نرسیده دیگه، هنوز پخته نشده. دوستای درخت توت است و خوبی ولایت ها یا ساحات اطرافی همی است که هر طرف ببینید درخت های توت است و هر کس راه گذر بتانه از توت ها مستفید شوه. و هنوز فکر کنم صحیح پخته نشده مگم یک بوی خاص خود داره. بوی توت از اینجا تیر میشی یک بوی بسیار خاص داره، اینجا در کل منطقه را بوی توت گرفته. و قطر از این درخت می بینید که بسیار فکر کنم از یک موتر کرلا کدام بزرگتر است. بسیار ولی درختش فکر کنم که قطع کردن دیگه چند سال میشه دیگه روش نکردن. از دوی جرا می فهمید که این سرکک ها که هست بسیار تنگ است و گنجایش از این نداره که موترهای کلان بیای اینجا حاصلات بار بزنه و ببره. از این منطقه توسط رکشا یا امو بس شکل اون نامش زرنج است دیگه توسط از این حاصلات می کشن به سر سرک عمومی، بعد از او باز با موترهای کلان بار می زنن. رفیقا ما در اول ویدیو گفتم که به جای آمدیم که ما اینجا متولد شدیم. باز این منطقه را که میبینید این زمین ها تا یک قسمت دیگه ما گرچه دقیق هم نمیفهم ولی تا یک قسمت از این زمین ها مربوط خانواده ما هست دیگه.
مربوط خانواده پدرمشان و کاکایم و در اینجا رنگ و رنگ سبزیجات کاشته شده مثل بانجان سیاه، کدوچه، بادرنگ، مرچ. اینی را که میبینین مرچ است، اینی خودش بوتای مرچ است که هنوز گل زده ولی حاصل نکرده. دیگه این حالا من میرم برتان حاصلات نشان میتم که چی حاصلات داریم در زمین ها، شما هم بیننده باشین. ما در سر زمین ها یک رهنما که خود گرفتیم و بای جانه پیش کردیم که بریم زمین های که حاصل داده موجه ما رو برسانه که یکان چیز بزنیم ازش. خب بای جان در کجا هست؟ کدام زمین هست؟ اینی زمین ها حاصل داره؟ بیاییم که ببینیم که راستی هست یعنی ناغ به جان ما نزنی. چه باشه؟ رفقام همینجا یک آواز میشنم. چینچار هست نی؟ باش کنم برتان زیمش کنم. اینی چینچار هست ولی آواز شاید اگه بشنوی و نظر به معلوماتی که دارم از چینچار همی آواز را که میکشه از بالهایش است. بالهایش با یکی با دیگه میشقانه و آواز میبرایه. خب اینی بوتای گشنیچ است. چی را گل کده؟ این گشنیچ به خاطر تخم ماندن که تخم کنه و بار دیگه از این تخمش استفاده کنن و بکاره نمیتونه. و اینی هم بوتای سیر است. سیر خو میفهمین خودش در زیر زمین میباشه و برگاهش بیرون. و گندنه که درو شده دیگه چیز نمانده که ما بگیریم ببریم کابل. رفقا اینی بوتا را که میبینین بوتای لوبیا است. دانه های لوبیا که هست یک قسم کاشته میشه و حاصل جمع میشه. دیگه هنوز حاصل نداده اینیا. و همچنان این هم بوته های پیاز است. پیازی که سبز میکنه به این شکل حاصلش گفته میشه. و اینی بوته های کچالو است که کچالو هم همچنان در زیر خاک است و برگاش بیرون. این کرده که خورده که میبینیم یا تمام شفتل است. شفتل که خورده میشه. بعضی یک نوع شفتل است که خورده نمیشه به خاطر حیوانات مردم میکارن. بعضی شفتل است که خورده میشه. و اینی بوتگکام که از بوتای بامی است. بامی ها باز به لفظ لغمانی ما شما لیرو میگیمش. یا ماسل نداره نه اوبت؟ و اینی هم حاصل بامی است. اما نشان میده خب ولی رشد نکرده هنوز. رفقا بالاخره رسیدیم به زمین بادرنگ که حاصل داده. حاصل خود تمامش داده ولی اینجا یک ذره یک چیندم شده. دیگه من اگه خواستم برتان نشان بدم. دیگه اینی هم بادرنگای که در بوته است و هر کدام از این را بکنی و بخوری یک کیف بسیار دیگه داره. دیگه وای بادرنگای خورد که مزهش بسیار خوب است. بوتایش گرچه یک ذره از حال رفتگی است مگم به می حالت که برسه بعد از او باز حاصلاتش خوبش می باشه. و این حالا می فهمید چی میکنیم از دا که من کامره رو میتونم با یکی دیگه و چوری میکنیم بادرنگه. رفقا دمی اول یک بادرنگ یافتیم که ببینیم که اندازه ازی چقدر کلانه. این حال باباش ببینم که چقدر بادرنگ جمع کردن میتونم. خب باید برای خلاصی پیدا کن
ما بادرنگ بکنیم و ببریم آخر بخوریم. نمک هم خود داری انشاءالله. چند تا بادرنگ جمع کنم. خدا کنه که دل شما را هاو نکنم. بخاطر که بادرنگ ها بسیار یک لذت خاص خوریم. جمع کنیم باز میرونی از جای شیشتر ششتر و میخونیم اگر ما شویی هم مشکل نبارد نفتی اگران تا امروز دوست پارتش کنیم به خاطر اینکه در وطن آدم نه محمدی جا میشه به خاطر که جای رازگاه خود آدم هست و وطن جای هست که آدم همیشه مریض نمیشه خدا تا هر رقمی که بخوری با آدم مریض نمیشه خدا خدا کنه که از دیدن این برنامه لذت برده باشین. ما برم تا بادرنگا را یک کم کندم ببرم بشویم و یارا وقتی که ششتم باز دیدن روش جان میکنیم نه بادرنگ و باید میگه بس از دلش هست که دیگه نکنه دیگه ما ببریم تا بادرنگا را روش جان میکنیم. شما لایک سابسکرایب یادتان نره و من سابسکرایب کنین ویدیو ما رو شیر کنین تا به دست عزیزایی که واقعا دق وطن شون شدن به دست عزیزایی که نمیتونن به وطن بیاین و از وطن دور هستن برسه و از این حال و هوای وطنی با خبر شون و از دیدن برنامه کیف کنن. تا دیدار بعد تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار.